بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يرل جندب الاسلام عریان فلباسه الحیاء و زینته الوقار و مروته العمل الصالح و عماده الورع. دنباله روایتی است که عبدالله ابن جندب از امام صادق صلوات الله علیه نقل کرده. جمله اولش این است که اسلام خود به خود برهنه است و احتیاج به لباسی داره، لباسش حیا است. در دو جلسه قبل درباره این موضوع تا حدی صحبت کردیم. چند تا دیگه نکته هست که یادآوریش در این زمینه میتونه مفید باشه، اینها را اشارتاً عرض میکنم و رد میشه. که با توجه به تفسیری که تعریفی که برای حیا کردیم، حیا تقریبا بس به این تعریف یک حالتی است که خود به خود برای آدم پیدا میشه. یعنی وقتی توجه پیدا کرد به این که یک عیبی ازش ظاهر شده خجالت میکشه، این حالت اسمش حیا است. ما چطور ما این را به عنوان یک صفت اخلاقی و به عنوان لباسی برای اسلام تلقی می‌کنیم؟ عادتاً وقتی از یه چیزی تعریف می‌کنند یا تشویق می‌کنند که این را کسب کنید، باید چیزی باشه که قابل کسب باشه، اختیاری باشه. اگر بخواد آدم داشته باشه، نخواد نداشته باشه. این حالت برای کسانی که توجه پیدا می کنند به این که نقصی درشون هست، عیبی ازشون ظاهر شده، به طور طبیعی ظاهر میشه. این چطور به عنوان یک امر اخلاقی مورد مدح قرار میگیره؟ جواب اجمالیش این است که بسیاری از حالات نفسانی هست که خودش طبیعی اختیاری نیست، به صورت طبیعی است، اما مقدماتش اختیاری است. آدم میتونه با ایجاد اون مقدمات اختیاریش اون حالتی را که خود به خود طبیعی هست اون را ایجاد بکنه، و یا با ایجاد مقدمات ضدش ممکنه زمینه پیدایش اون حالت را از خودش سلب بکنه. مثلا خنده و گریه. خب خندیدن یه حالتی است که به طور طبیعی وقتی آدم توجه پیدا میکنه به یک امر خندداری، به یک امری که تعجب انگیز هست، آدم خندهش میگیره. ولی وقتی میگن کم بخندید یا قهقه مثلا بد است، یا در مقابلش مثلا گریه در بعضی چیزها نسبت به بعضی چیزها مطلوبه، معناش اینه که مقدماتش رو فراهم کنید، مقدماتش اختیاری است. پس گرچه این حالت خجالت کشیدن از این که آدم عیبش ظاهر بشه، که این اسمش حیا است، این خود به خود اختیاری نیست، اما با توجه به مقدماتش میشه اون را یه امر اختیاری تلقی کرد و از صفات خوب شمرد. خب دوم این است که ملاک خوب بودنش چیه؟ چطوره که ما میگیم حیا صفت خوبی است؟ خب به بحث تفصیلی هست که اصولاً از دیدگاه اسلام ملاک خوب بودن صفات و بد بودنش چیه؟
اجمالاً اون چه در اونجا به عنوان یک اصل مسلم میپذیریم که بحثش و اثباتش باید در جای خودش باشه این است که از دیدگاه اسلامی صفتی یا فعلی ارزش اخلاقی دارد که یا مستقیماً ارتباط با تقرب به خدا داشته باشه یا در جهت تقرب به خدا به انسان کمک کنه. اون چه مستقیماً ارتباط با خدا داره مثل یاد خدا کردن، محبت خدا داشتن، ترس از خدا داشتن و همون ترس به معنای صحیحش خشیت الهی، خب اینا خود به خود مطلوب است، مستقیماً با خدا ارتباط داره. ولی یه دست دیگه از افعال و صفات هم هست که ارزش اخلاقی داره، محض میشه به خاطر اینکه کمک میکند انسان را برای اینکه ارتباطش رو با خدا تقویت کنه. مثلا فرض بفرمایید که سخاوت، خب ممکنه انسانی اصلا ایمان به خدا هم نداره ولی سخاوت داره، این سخاوت از نظر اخلاقی از دیدگاه اسلام هم مطلوبه، با اینکه مستقیما هم ارتباط با خدا نداره. این به خاطر این است که کسی که صفت سخاوت داره یه حالت گذشته از خود دارد، از خودمحوری و خودپرستی دور میشه، یعنی منظورش که محبوب خودش هست از اموالی که دوست داره به دیگران میده، از اونقدر خودخواه و خودپرست نیست که اینا رو برای خودش نگه داره. میبینه وقتی دیگران احتیاج دارن دیگران رو به نحوی مقدمه بر خودش میداره یا بخشی از اونچه را داره به دیگران میده. این کمک میکنه به حال اینکه آدم از حالت خودپرستی و خودخواهی و خودمحوری که نقطه مقابل خداپرستی است دور کنه، آدم رو نزدیک کنه، مهیا کند برای خداپرستی. از این جهت این صفت از دیدگاه اسلامی مطلوبه. یا فرض کنید حالت حق شناسی، آدم ها بعضی ها حق شناس هستند بعضی ها ناسپاس هستند، کسانی هستند که بالفطره همه انسان ها حق شناس هستند، منتها وقتی به این لوازم کار ملتزم میشن این صفت به صورت یک ملکه ثابتی درشون در میاد، میشه آدمی شکور. اما اگر مخالفت کنه با این امر فطری خودش، یعنی هر کس به او خدمتی بکنه ندیده بگیره، فراموشش کنه، در مقام شکرگزاری، حق شناسی، تشکر کردن بر نیاد، این کم کم اون حالت فطری در انسان ضعیف میشه، برعکس یک حالت ناسپاسی در آدم به وجود میاد. خب قبل از اینکه آدم خدا را بشناسه این حالت سپاسگزاری، شکر نعمت دیگران کردن به طور فطری در انسان هست. اگر این را تقویت بکنه وقتی خدا را شناخت و دانست او ولی نعمت حقیقی است، در مقام شکر او برمیاد، اون وقت عبادت او میکنه و سایر کمالاتی که در اثر شکر خدا برای انسان پیش میاد، که یکی از بالاترین کمالات انسان شکور بودن نسبت به خدای متعال است که و قلیلون من عبادی الشکور، خدا می فرماید کم گروهی از انسان ها هستند که دارای این صفت حقیقی باشند، پر شکر بکنه. پس روح حق شناسی یک امری است که انسان را می تونه به طرف خدا سوق بده. همین باعث میشه که وقتی خدا را شناخت و فهمید خدا چه نعمت هایی بهش داده، در صدد حق شناسی برمیاد و به اون مقاماتی میرسه که عباد شکور بهش رسیدند و سنجز شاکری. پس شکر از نظر اسلام مطلوب است، باز به خاطر اینکه انسان را به طرف خدا سوق میده، ولو اینکه هنوز خدا را نشناخته، اما زمینه پرستش خدا را، تقرب به خدا را در انسان فراهم میکنه. برعکس اگر آدمی ناسپاس باشه این ملکه شکر و حق شناسی درش نباشه، تازه بعد از اینم که خدا را شناخت انگیزه ای برای پرستش و عبادت خدا پیدا نمیکنه، اصلا دنبال این نمیره به اینه که کی این نعمت ها را به او داده تا خدا را بشناسه و بعد که شناخت در مقام عبادت بردی.
این که میبینید در قرآن کریم شکر پدر و مادر با شکر خدا توأم شده، برای اینکه انسان قبل از اینکه خدا را بشناسه نعمت پدر مادر را که میشناسه، میبینه اونها چه زحمتایی براش کشیدن، چه خدماتی کردن. اگه به طور طبیعی و فطری این حالت را در خودش تقویت کنه، در مقابل پدر مادر خاضع باشه، شکرگزار باشه، بعد اون وقت فکر میکنه که اصل پدر مادرم وجودش از دیگری است، محبت پدر مادرم از کسی دیگری است، اون وقت در مقام شکر خدا هم بهتر برمیاد. انشکر لی ولی والدیک، شکر خدا با شکر والدین تو هم ذکر میشه، این شکر والدین کمک میکنه به اینکه انسان شکر خدا را به جا میاره. اما اگر روح حق شناسی و شکرگزاری در انسان نبود، آدم را از خدا دور میکنه. از جمله چیزهایی که انسان را ولو هنوز خدا شناس نیست، یک صفت خوبی است که میتونه کمک بکنه به انسان در تقرب به خدا، همین حالت حیا است. اگه کسی باشه که این روحیه درش باشه، این ملکه درش باشه، این صفت ثابتی باشه که وقتی عیبش ظاهر میشه در مقابل یک کسی خجالت بکشه. خب بعد از اینکه خدا را شناخت، عیبها یعنی اون چیزایی رو که خدا نهی کرده، عیب در مقابل او یعنی اون چیزایی رو که خدا نهی کرده، گفتن نکن، اگر در مقابل او انجام بده خجالت میکشه، چون روح حیا درش هست. اگر انسان نسبت به استادش، پدرش، برادرش، رفیقش بدونه که این رفیقش از این چیزی بدش میاد، خب جلو او نمیخواد اون کار رو انجام بده، یا اگر یک صفت زشتی داره نمیخواد جلو او ظاهر بشه. فرض بفرمایید بعضی ها هستن دهنشون بو میده، خب دلشون نمیخواد در مقابل دوستشون معلوم بشه که این عیبا دارن، اگه ظاهر بشه خجالت میکشن دیگه. این روحیه باعثی میشه که وقتی آدم در مقابل خدا دید چقدر عیب داره، چقدر گناه کرده، چقدر قصور داره، این حالت حیا باعثی میشه که در مقام جبران گناهانش برگرد، خجالت بکشه دیگه، گناه نکنه. کمک بسیار خوبی است در راه تقرب به خدا. پس این صفت فی حد نفسه یه حد مطلوبیتی داره، قبل از اینکه هنوز انسان خداشناس بشه یک به عنوان یک صفت انسانی ممدوح هست. اما سرش از دیدگاه اسلامی این است که وقتی آدم خدا را شناخت، در جهت تقرب به خدا انسان را کمک میکنه. خب این صفتی که حالا به عنوان یک امر انسانی مطلوب است، صرف نظر از اینکه مؤمن باشه یا کافر، فاسق باشه یا متقی، طبعا کمک میکنه به اینکه متقی بشه. اگر آدم بی‌بندوبار باشه، بی‌اعتنا باشه، هر عیبی هم ازش ظاهر بشه باکش نباشه پیش خلق، یعنی برای خودش آبروی قائل نباشه، برای خودش کرامتی، عزتی قائل نباشه، هر عیبی هم پیش مردم ظاهر شد غمش نباشه، این بدترین حالاتی است که یک انسان میتونه داشته باشه. هیچ وقت در صدد این بر نمیاد که یک کمالی را کسب بکنه یا عیبهای خودش را برطرف کنه. پس مدح کردن حیا موجب این میشه که این صفت ثابت ولو هنوز در ارتباط با خدا نیست، اما روح انسان را طوری بار بیاد که وقتی خدا شناس شد، توجه به خدا پیدا کرد، سریع پیش بره و به کمال نهایی خودش نزدیک بشه. اونقدر این مسئله مهم هست که حتی چیزهایی که گناه هم نیست، ولی اجمالا آدم میدونه که خدا دوست نداره اینها جلوی چشم دیگران آشکار باشه. که آدم لخت لخت باشه خدا دوست نداره، پوشیدن عورت واجبه. خب در موقعی که تنها هست و هیچ ناظر محترمی هم نیست که نگاه بکنه، پوشیدن عورت واجب نیست، اما در همون حال هم برای اینکه اون ملکه حیا در انسان رسوخ پیدا کنه، گفتن مطلوب است که حتی آدم خودش هم به عورتش نگاه نکنه. حتی در روایت هست که خطاب شد به حضرت ابراهیم که وقتی میخوای لباست بپوشی، شلوارت بپوشی، بنشین و بپوش تا زمین عورت تو را نبینه. یعنی آدمی که با حیا هست
حتی از این که در حال تنهایی هم عیبی ازش ظهور بکنه، اون چه زشت است ظاهر بشه خجالت میکشه. این به خاطر این است که اون ملکه حیا در انسان اون چنان تقویت بشه که وقتی خداشناس شد در مقابل خدا خیلی بیشتر خجالت بکشه و این باعث این بشه که به گناه آلوده نشه. پس اصل حیا به عنوان یک صفت انسانی صفت مطلوبی است به خاطر اینکه انسان را از زشتی ها باز می‌داره، مانع میشه از اینکه آدم آلوده بشه به زشتی ها. خب مراتب زیادی داره، اما اصل مرتبه کمال حیا که کمال در دیدگاه اسلامی این است که انسان از خدا حیا داشته باشه و باعث این میشه که به گناه آلوده نشه. خب حالا سوال میشه که ما چه کار کنیم که نسبت به خدای متعال این حالت رو پیدا کنیم، این صفت ممدوح در ما نسبت به خدا تقویت بشه؟ جوابش اینه که باید مقدماتش را تقویت کرد. هرچه انسان بیشتر پی ببره به زشتی گناه، خب مقدماتی داره آدم فکر کنه که مخالفت کردن با خدا چقدر زشتی. میتونه آدم شروع کنه از این که مخالفت کردن با یک دوستش که چیزی را زشت میداره چقدر بده. اگه یه خود از خودش بالاتر باشه، پدر مادر باشه، معلم باشه، یه شخص محترمی باشه، چقدر زشت‌تر است. اگه کسی باشه که بر آدم حقوق زیادی داشته باشه، در زندگی بهش خیلی کمک کرده باشه، مخالفت با او کردن خیلی زشت‌تره. تا برسه به کسی که همه هستی از اوست، هیچی از خودش ندارد، چشمی هم که نگاه میکنه از اوست، دستی هم که با او حرکت میده از اوست، اون وقت مخالفت کردن با چنین کسی چقدر زشت. زشتی گناه را از یه طرف بهتر درک کنه، از یه طرف عظمت خدا را بیشتر درک کنه. هر قد این دوتا معرفت در انسان تقویت بشه، یکی عظمت الهی، یکی زشتی گناه، زمینه برای تقویت حیا در انسان بیشتر میشه. درسته که ابتداعا خود به خود آدم نمیتونه حیا را در خودش تقویت کنه، تو آسین آدم نیست که هر وقت میخواد حیا داشته باشه هر وقت میخواد نداشته باشه. برای اینکه شخص با حیایی باشد، مخصوصا در این مرتبه ای که مربوط به استحیاء من الله است، باید اون دوتا مقدمه را در خودش تقویت کنه. این اختیاری است، آدم بشینه فکر کنه درباره زشتی گناه از یه طرف و درباره عظمت خدا از یک طرف دیگه، اون وقت باعث میشه که زمینه حیا درش تقویت بشه. خب این حیا از اون جهت که زشتی ها را می پوشاند، جا داره که ما نسبت به اسلام اون را به صورت لباس تلقی کنیم. لذا فرمود الاسلام عریانون فلباسه الحیا، چون حیا کارش پوشیدنه، باعث میشه که آدم عیبهای خودش را بپوشونه. کسی که حیا داره سعی میکنه عیوب خودش را بپوشونه، پس کارش پوشندن است. پس بهترین صفتی که میتونیم برای حیا قائل بشیم این است که بگیم لباس اسلام است. پس اسلام نسبت به او عریان است، حیا میشه لباسی برای اسلام. و زینت و الوقار، غیر از این که انسان اصل لباس میپوشه تا عیوبش پوشیده باشه، انسان دوست داره که ظاهرش هم آراسته باشه. وقتی عیوب انسان پوشیده شد، یعنی کارهای حرام در مقابل خدا انجام نداد، گناهان رو مرتکب نمیشه، این پوشیدگیش محفوظ، لباس داره، عریان نیست. اما بالاترش اینه که آراسته هم باشه، لباس آراستهی داشته باشه. غیر از این که لباس پوشیده هست، یه لباس سنگینی باشه. مؤمن علاوه بر این که مرتکب گناه نمیشه، از ظهور عیوبش و گناهانش خجالت میکشه، سعی میکنه سنگین هم باشه، کارهای سبک هم ازش سر نزنه. پس وقار از وقر است، معنی سنگینی، زینتی است برای انسان. علاوه بر این که عیوبش پوشیده هست، آراستگی هم برای انسان میاره. کارهای سبک نکردن باعث این میشه که انسان
علاوه بر پوشیدن عیوبش آراستگی هم داشته باشه. و مروته العمل الصالح، یه تعبیر عجیبیه که عمل صالح، کار شایسته کردن، به عنوان مروت اسلام نامیده شده. مروت از کلمه مرع است، مروعت است که با تخفیف همزه شده مروت، یعنی مردانگی. ما در عرف خودمون هم این واژه رو داریم، در عربی هم عیناً همینطوری. کسانی که نسبت به تعهداتشون پایمردی دارن، که بازم از کلمه مرد گرفتش، استقامت دارن، پا بر جا هستن، تزلزل ندارن، دمدمی ندارن، نیستن، اینا رو میگن مردانگی داره. برعکس اگر کسی نسبت به تعهدات خودش وفادار نباشه، اون چه لازمه دوستی است رعایت نکنه، میگن نامردی کرد. اسلام این است که آدم با خدا پیوند بندگی میبنده که من تسلیم تو هستم. الاسلام هو تسلیم، کسی که مسلمان میشه یعنی با خدا میگه خدایا من تو را به خدایی قبول دارم، منم بنده تو هستم و تسلیم تو. خب این معناش این است که باید اوامر او را اطاعت کنی، ولی تسلیم نیست. درسته که اصلش یک عقد قلبی است، یا امریست در دل انسان، در دلش انسان با خدا چنین پیمانی میبنده، ولی غیر از اون اعتقاد و اون عقد قلبی و اون امر درونی یک لوازمی داره. مثل کسی که پیمان دوستی و برادری با یک کسی میبنده، درسته که اون یک لحظه ایست، یک قراردادی است، اما لازمش اینه که آدم عمرانه به این قراردادش وفادار بمونه، بر طبق لوازمش عمل کنه. پس مردانگی اقتضا میکنه که وقتی ما با خدا پیمان بندگی بستیم، مرد و مردونه عمل کنیم. پس عمل صالح میشه مردانگی. و مروته العمل الصالح، کسانی که اسلام آوردن، با خدا عهد بندگی بستن، اما در مقام عمل کوتاهی میکنن، اون چه مقتضای بندگی عمل نمیکنن، مخالفت میکنن با خدا، گناه میکنن، عصیان میکنن، اینا نامردی میکنن. پس مرد کسیه که وقتی با خدا عهد بندگی بست، در عمل هم استقامت داشته باشه و مخالفت نکنه. پس عمل صالح میشه مردانگی برای اسلام، مروته العمل الصالح. و عماده الورع، خب در همه جا ما از این صحبت ها که کردیم، چه حیا، چه وقار و چه عمل صالح، صحبت در این بود که آدم اطاعت خدا بکنه و معصیت نکنه. پس روح همه اینها، با اون چه به همه اینها ارزش میبخشد، اینه که آدم حالت ورع داشته باشه و از مخالفت با خدا و معاصی اجتناب بکنه. اون است که به همه اینها یک رنگ ارزش الهی میبخشد، حیا را ارزش الهی میدهد، برای اینکه حیا موجب میشه که آدم گناه نکند. مروت را، عمل صالح را به عنوان مروت و مردانگی نسبت به اسلام تلقی میکنه، به خاطر اینکه باعث میشه که آدم به لوازم اسلام عمل کند، یعنی اطاعت خدا کند، عصیان خدا نکند. پس روح همه اینها، اون چه عمود این خیمه هست که یک طرفش حیا است، یک طرفش وقار است، یک طرفش عمل صالح است، عمادش ورع و اجتناب از محرمات است. و عماده الورع. پروردگارا به ما توفیق کسب همه ملکات فاضله، مخصوصا ورع و اجتناب از گناهان، مرحمت بفرما. روح امام را با انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت.